دو کفه به شدت نامتعادل ترازو. در حاکمیت آخوندی تعدادی هستند که خانه های خالیشون بیشماره، اما در نقطه مقابل تعدادی هستند که هیچ خانه برای نشستن ندارند و حتی چشمانداز ایجاد خانه در طول حیاتشون هم شاید نباشه. در چنین شرایطی که پدیده‌ای به نام کانکس نشینی در پایتخت و سایر شهرهای بزرگ رواج پیدا کرده. اجازه بدید گزارش رو در این رابطه با هم ببینیم. اسم خانه جدید ما. انگار که توی کوچه نشستی، نه حریمی نه دیواری. پا که از در اتاق بیرون میذاری توی محله‌ای، اونم محله‌ای که نه آسفالت داره نه لوله کشی آب نه برق. هر کسی میتونه از پنجره توی خونه شما سرک بکشه. اینجا کجاست؟ اینجا کانکس ماست، اسم خانه جدید ما. کانکس نشینی پدیده تازه پایتخت است، پدیده‌ای که برخی مالکان آژانس‌های بزرگ مسکن تهران به آن اشاره می‌کنند و می‌گویند تازگی‌ها شیوه تازه‌ای از سکونت در تهران به چشم می‌خورد و آن کانکس نشینی است. اتفاقی که هر چند محدود اما در بطن تهران بزرگ آغاز شده است و به گفته فروشندگان و نصابان کانکس بیشتر در حومه شهر متقاضی دارد. برخی مشاوران املاک تهران از وجود محدود این کانکس ها در مناطق میانی شهر و از جمله منطقه 22 هم خبر می دهند. تعدادشان هنوز زیاد نیست اما هستند. کسانی که قید زندگی در خانه و آپارتمان را زده و برای زندگی سراغ کانکس ها آمدند. کانکس هایی که در ارزان ترین نوعشان با قیمت متری 200,000 تومان و در گران ترین نوعشان با قیمت متری 900,000 تومان به فروش می رسند. احتمال شیوع کانکس نشینی با گرانی های افسار گسیخته در بازار مسکن وجود دارد. اما واژه کانکس نشینی واژه تر و تمیز و شیکی برای این نوع زندگی است، چرا که حقیقت این زندگی، زندگی در عذاب است. زیرا ساده ترین مسائل یک خانه در این خانه های به اصطلاح خانه حل نشده است. اولین مسئله، مسئله برق است که از کدام انشعاب باید برق گرفت. دومین مسئله موضوع آب است. کدام لوله کشی در حاشیه شهرهایی که خود محلات مشکل آب رسانی دارند، کدام لوله کشی به این کانکس ها آب می رساند؟ تازه می ماند موضوع فاضلاب این نوع خانه های تک افتاده در میانه محله ها. از همه این مسائل که بگذریم می ماند حریم خانه. خانه ای که اطراف آن همه سرباز است و هر کسی می تواند تا کنار دیوار اتاق شما نزدیک شود. نه امنیت جانی و نه امنیت اخلاقی خواهد داشت. به خصوص برای خانوم ها و دختران این موضوع نوعی عذاب شبانه روزی دارد. و برای کودکان و فرزندان خانواده این نوع خانه های کانکسی می تواند خطرات جانی نیز داشته باشد، زیرا محیط بازیشان بلافاصله در خیابان قرار می گیرد. جالب است بدانیم که این پدیده کانکس نشینی که در اطراف تهران و شهرهای بزرگ رو به گسترش گذاشته، در شرایطی است که آخوندهای حکومتی و وابستگان آنها و عوامل حکومت ولایت فقیه هزاران هزار خانه خالی تنها در سراسر کشور دارند. به این خبر توجه کنید. روزنامه حکومتی دنیای اقتصاد 11 آذر 96 همکنون 2,600,000 واحد مسکونی خالی از سکنه در کشور وجود دارد که مطابق با برآوردهای صورت گرفته بر اساس متوسط قیمت مسکن در شهرها حدود 250 میلیارد دلار سرمایه در این واحدها حبس شده است. عبدو تبریزی در خصوص منشأ افزایش تعداد خانه‌های خالی در کشور و رسیدن آن به حدود 2,600,000 واحد مسکونی گفت: سوداگری در بازار ملک طی سالهای گذشته منجر به افزایش قیمت مسکن و در نتیجه کاهش توان خرید متقاضیان مسکن شده است. همین عامل حکومتی به گزارش روزنامه دنیای اقتصاد می افزاید: تعداد خانه های خالی در کشور از حدود 1,600,000 واحد مسکونی در سال 90 به 2,600,000 واحد مسکونی در سال 95، یعنی معادل بیش از 50% افزایش یافت.
متوجه می شوید که عوامل حکومت آخوندی که سرمایه داران بزرگ کشور شدند به صورت فزاینده‌ای در حال ساخت و ساز خانه و مسکن هستند و تا سال جاری 2,600,000 خانه خالی را تنها به خاطر سودجویی ساختند تا آن را با قیمتهای بالا به فروش برسانند یا اجاره بدهند. در حالی که مردم محروم زیر خط فقر روز به روز مجبور می شوند که به دلیل گرانی خانه و اجاره خانه از خانه های خود به حاشیه شهرها کوچ کنند و در کانکس ها زندگی کنند. درست در همین شرایط که گرانی های افسار گسیخته در بازار مسکن بیداد می کند، راه برای دلال ها و افراد سودجو هموار می شود تا بتوانند کانکس های خود را با قیمتی به مراتب بیشتر از قیمت واقعی کانکس ها به فروش برسانند و از این طریق با کشیدن شیره جان محرومین بی سرپناه به سودهای کلان دست پیدا کنند. به این ترتیب ماهیت ضد بشری و ضد مردمی حکومت ولایت فقیه روشن می شود که چگونه با استثمار هرچه بیشتر مردم را به اعماق دره فقر و زیر خط فقر می راند تا هرچه بیشتر سود به دست آورد.